رو شروع کنم. خب بحث ما درباره مقدمه برای آیسو، من فقط یه توضیح بدم که من خیالم راحت بشه. ببینید این جلسه استثناءن کلاس ما متاسفانه ساعت 2 شد، چون من حقیقتش ساعت 4 نوبت دندون پزشکی دارم و اصلا هیچ خیلی برام سخت دوباره بخوام نوبت بگیرم، به همین خاطر من عذرخواهی میکنم. ساعت 2 شروع کردیم که انشالله من بتونم ساعت 1:15 برسم به نوبت دندون پزشکی. از این جهت استثناءن فقط این هفته کلاستون ساعت 2 شد، مگه نه کلاستون همون ساعت 3 تا 5 هست که برای شما هم شاید راحت تر باشه، برای من هم راحت تر هست چون بتونم انشالله یه جایی برسونم خودمو که در واقع در خدمتتون باشم و از سیستم مناسبی برای ارائه کلاس استفاده کنم. خب مقدمی بر بخش های مراقبت ویژه رو قرار هست با هم صحبت بکنیم. خب قبل از اینکه ما بخوایم ببینیم اصلا بخش های ویژه چه خصوصیاتی باید داشته باشن، اول از همه باید ببینیم یه بخش مراقبت ویژه یا اینتنسیو کیر یونیت چه بخشی هست. بخش مراقبت های ویژه همه بخش های مراقبتی هستند که به حیات یا زندگی بیمار وابسته هستند، یعنی بخش هایی هستند که مریض هایی که شرایط تهدید کننده حیات دارند یا بدحالترین مریض ها توسط ماهرترین پرسنل و با پیشرفته ترین امکانات قرار مراقبت بشن. این تعریف بخش مراقبت ویژه، یعنی یه جایی هست که بدحالترین مریض ها، یعنی مریض هایی که شرایطشون خوب نیست، هر لحظه ممکنه دچار مشکل بشن، در یه جایی که پیشرفته ترین دستگاه ها وجود داره و با تجربه ترین و ماهرترین پرسنل وجود داره قرار مراقبت بشن. خب یه تعریف دیگه ای هم تو کتاب، حالا یه کتابی هست تحت عنوان Understanding of Essential of Critical Care 2018 که این کتاب رو حتما در اختیار شما میذارم، تو سامانه نوید بارگذاری میکنم. کتاب لاتینی هست ولی فوق العاده کتاب خوبیه، چند تا کتاب اونجا در اختیارتون میذارم، حداقل باز بکنید تصاویرش رو نگاه بکنید، یا اگر خواستید محتوای آماده بکنید یا تکلیفی آماده بکنید برای ارائه میتونید بهش سر بزنید. خب توی این کتاب میگه منظورمون از کریتیکال کیر، حالا کیر که تکلیفش معلومه، میگه چه مریض کریتیکال هست، میگه مریض هایی که یا بیماریشون یا صدمه هایی که بهشون وارد شده باعث شده که یک یا چند سیستمشون تا حدی آسیب ببینه که باعث تهدید حیاتشون بشه. یعنی وقتی که یک تروما یا یک بیماری در فرد اتفاق میفته که چند تا سیستمش، یک سیستم یا چند تا سیستمش تا حدی آسیب میبینه که حیات فرد رو میتونه تهدید بکنه و به مخاطره بکشه، اصطلاحا میشه بخش مراقبت، یعنی کریتیکال کیر یا مراقبت ویژه. اینا کسایی هستن که شرایط کریتیکال پیدا میکنن و نیاز به مراقبت ویژه دارن. بله توضیح. خب بخش های مراقبت ویژه همونطور که تو تصویر هم ملاحظه میفرمایید بخش های خیلی شلوغ پلوغی هستند، یعنی مریض ها معمولا مریض های به قول معروف ممکنه حتی همشون هوشیار نباشن، دستگاه ها و لوله ها و رابط ها و سیم های خیلی زیادی همراه با تجهیزات خیلی متنوع و متفاوت بالای سر مریض هست و همین یکم مراقبت کردن رو سخت میکنه. اجازه بفرمایید من یکی از دوستان نیست که ظاهرا چالش دارن، ببینیم مشکلشون چیه. اگر جای بله آیه میخوان وارد کلاس بشن من عذرخواهی میکنم. بله بدحالترین مریض ها گفتیم تو این بخش ها معمولا مورد مراقبت قرار میگیرن. خب حالا تعریف ما از اینتنسیو کیر یونیت ها یا دپارتمان های بخش های ویژه شامل کسایی هستند که شرایط تهدید کننده حیات دارن و برای اینکه شرایط تهدید کننده حیات دارن نیاز به کلوز مونیتورینگ مداوم دارن، یه کانستنت اند کلوز مونیتورینگ، مونیتورینگ مداوم و در واقع مرتب و منظم برای این افراد وجود داره. ببینیم دوستانی که میخوان وارد کلاس بشن من اجازه بدم که کلاس وارد بشن و با استفاده از تجهیزات و امکاناتی که وجود داره باید مورد حمایت قرار بگیرن تا بتونن حیاتشون حفظ بشه و
مشکلی پیدا نکنن. یعنی برای عملکرد صحیح سیستم های بدنشون نیازمند این هستند که از تجهیزات و مراقبت های حرفه‌ای استفاده بشه براشون. اما یک نگاهی بندازیم به تاریخچه تأسیس بخش های مراقبت ویژه. تأسیس بخش های مراقبت ویژه رو برمیگرده به جنگ جهانی دوم که پزشکا به این نتیجه رسیدن که مریض های بدحالشون، اون کسایی که مجروح شده بودن و خیلی بدحال بودن، رو باید متفاوت و در واقع در جای مجزایی مورد مراقبت قرار بدن. و همین خاطر تصمیم گرفتن که یه بخشی ایجاد بکنن، یه اتاقکی ایجاد بکنن، یا جایی رو فراهم بکنن که اینایی که خیلی بدحال هستن برن تو اون بخش ها مراقبت بشن. به این دلیل بنابراین با این کار تونستند در واقع جلوی مرگ و میر خیلی از مریض ها رو بگیرن و خیلی از تجهیزات پیشرفته ترشون رو تو این اتاق ها ببرن و پرسنل ماهرتنشون رو تو اون اتاق ها در واقع قرار بدن و با این ترتیب تونستند که میزان مرگ و میر رو کم بکنن. به همین خاطر ما تو بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های خودمون هم میگیم مریض هایی که خیلی بدحال تر هستن رو در یه جای مجزایی مورد مراقبت قرار میدیم. و اولین اقداماتی که حالا شاید به اون اسمی که اصطلاحا ما بخش مراقبت ویژه میگیم نگاه نشده بهش، ولی به هر حال این اقدام رو اولین بار فلورانس نایتینگل در واقع 1854 تا 1856 مطرح کرد که تو جنگ در واقع ترکیه اقدام کرد به این که مریض های بدحال رو که ریسک عفونتشون زیادتر بود توی جای مجزا و متفاوتی از بقیه سربازهای دیگه مورد مراقبت قرار داد و میزان مرگ و میر رو از 42% به 2% کاهش داد. یعنی با این مجزا کردن افراد تونست عفونت رو تا حد امکان کنترل بکنه و در واقع نجات بده. بنابراین خیلی ها ممکنه تأسیس بخش های مراقبت ویژه رو مرتبط بدونن با اقداماتی که فلورانس نایتینگل انجام داد. بعد از اون در ایالات متحده آمریکا دکتر دبلیو ای دندی یه اومد یه بخش های مراقبت ویژه نوروسرجری در بیمارستان جان هاپکینز بالتیمور ایجاد کرد و به این ترتیب گفت آقا مریض هایی که دوچار در واقع آسیب‌های عصبی میشن که مربوط به نوروسرجری هست و در یه بخشی که تجهیزات خاص نوروسرجری دارن مورد مراقبت قرار بگیرن. و با این کار خودش عملاً میشه گفت به شکل رسمی بخش‌های ویژه و خاصی رو برای بیماران نوروسرجری ایجاد کرد و به نوعی میشه گفت شاید خیلی این اقدامش یکی از اولین اقدامات تأسیس بخش های مراقبت ویژه تو بیمارستان ها بود. بعد از اون در سال 1927 بچه هایی که پرمچور بودن رو در بیمارستان های شیکاگو تصمیم گرفتن که یک جای مجزایی براشون در نظر بگیرن، اینا رو ببرن اونجا. و یا همونطور که باز اینجا ملاحظه می فرمایید تصاویری که مربوط به جنگ جهانی دوم هست و بخش های خاصی که اصطلاحا بخش های شوک می گفتن، کسایی که خونریزی های شدید داشتن رو اونجا می بردن و زخم هایی که تهدید کننده حیات بود براشون اونجا در واقع مورد مراقبت قرار می دادن. تا اینکه در سال 1947 و 1948 بیماری پولیو یا فلج اطفال اپیدمی شد در کل اروپا و ایالات متحده آمریکا. این بیماری گسترش پیدا کرد و خیلی از کودکان درگیر یه بیماری شدن که مشکلات تنفسی براشون ایجاد میکرد و نمیتونستن نفس بکشن و همین خاطر میمردن این بچه ها. و برای اینکه زنده بمونن نیازمند یه دستگاهی داشتن که حالا تصویرش هم اینجا دارید میبینید، دستگاه تهویه مکانیکی که حالا اصطلاحاً اون موقع اولین دستگاه های تهویه مکانیکی بود که ساخته شده بود که شبیه تانک بود و بیماران یا بچه ها رو تو این دستگاه ها قرار می دادن تا کمک بشه به نفس کشیدنشون. اینجا تو این تصویر دارید ملاحظه می فرمایید که بخش های آیسیوی تنفسی رو درست کردن که پرستارا سعی می کردن بچه هایی که دچار این بیماری یا فلج پولیو شدن رو و عضلات تنفسشون فلج شده رو تو این بخش ها مورد مراقبت قرار بدن.
همطور که ملاحظه میفرمایید بچه ها تو این در واقع تانک ها قرار می گرفتن، سرشون از داخل این تانک ها بیرون بود، تنشون داخل این تانک ها قرار داشت و با خلایی که در داخل این تانک ها ایجاد می شد کمک می شد به اینکه قفسه سینه اینا حرکت بکنه و هوا کشیده بشه. بنابراین اطراف سر این بچه های عایق بندی خوبی انجام شده بود که با خلایی که در قسمت درونی این تانک ها ایجاد می شد کمک بشه به نفس کشیدن این بچه ها و نمیرن تا زمانی که در واقع دوباره اثر این بیماری یا این در واقع ویروس کمتر بشه و مشکلشون برطرف بشه. و در دهه 1960 به تدریج گسترش پیدا کرد این موضوع و تا اینکه 1970 بیمارستان ها ملزم شدن که هر کدوم از بیمارستان ها یک بخش آی سی یو رو تأسیس کنن برای مریض های بدحالشون. خب با توجه به اینکه این بخش ها تجهیزات خاص لازم داشت، در واقع پرسنل ماهر لازم داشت، بنابراین بخش های هزینه بری برای بیمارستان ها بودن. به همین خاطر گفتن که ما هر بیماری رو تصمیم نمیگیریم که تو این بخش ها قرار بدیم، بنابراین یه سیستم نیازبندی برای مراقبت های بیماران در نظر گرفته شد. گفتن از هر بیماری بر اساس اینکه چقدر نیاز به مراقبت و مراقبت های پیشرفته تر داشته باشه تو یک دسته 5 حالته قرارشون دادن. گفتن یه سری بیمارایی که اینتنسیو کیر لازم دارن، یه سری بیماری که اصطلاحاً اینترمدیت کیر، سلف کیر، لانگ ترم کیر یا اوت پیشنت کیر لازم دارن. گفتم بیماران اینتنسیو کیر بیمارانی هستند که به هر حال یکی از تعاریف این بود که یکی از سیستم ها یا چند تا از سیستم های بدنشون در حدی آسیب دیده که ممکنه حیاتشون به مخاطره بیفته. گفتن این افراد مجاز هستند که بیان تو بخش های مراقبت ویژه. یادآوری بکنم خدمت شما که ما الان یک چالش بسیار بزرگی که در بخش های مراقبت ویژه‌مون داریم دقیقاً همین موضوعه، یعنی معیارهای بستری کردن بیماران در بخش‌های مراقبت ویژه یه چالش خیلی بزرگه. خیلی وقتا ما می‌بینیم یه مریض‌هایی رو که انقدر بدحال هستن که اومدن تو بخش ویژه بستری شدن که شاید بشه گفت اینا اندستیج هستن و واقعاً حضورشون تو بخش‌های مراقبت ویژه شاید اندیکاسیونی نداشته باشه، و یا برعکسش ممکنه یه سری افرادی رو ببینیم تو بخش‌های ویژه بستری شدن که خیلی خیلی شرایطشون خوبتر هست و می‌بینیم اصلا خیلی اندیکاسیون بستری تو بخش ویژه رو ندارن. ما خیلی وقتا چالش داریم با این شرایط که واقعا تشخیص دادن این که کدوم مریض بدحالتر هست از بین مریضایی که اصلا تو بیمارستان وجود داره که لازمه بیاد تو این بخش، واقعا دچار چالش هستیم و یک جاهایی شاید سلیقه‌ای عمل میکنه که در موردش یکم بیشتر توضیح خواهیم داد. میگیم بیماران بر اساس نیازهای مراقبتیشون ممکنه اینتنسیو کیر پیشنتس ها باشن، یعنی همه بیمارانی که تحت عمل جراحی مثلا بزرگ قرار گرفتن، یکی از ارگانهاشون اشکال پیدا کرده، بیمارانی که نیاز به حمایت تنفسی دارن، نیاز به راه هوایی مصنوعی دارن، وضعیت قلب و عروقیشون به مخاطره افتاده، آریتمی خاصی براشون ایجاد شده، قلبشون آسیب دیده که بر لحظه ممکنه قلب از تپش بیسته و مشکل درست بکنه، یا شرایط بحرانی دارن مثلا شوک خونریزی اتفاق افتاده، یا مریض هایی که عفونت های خیلی شدید دارن به طوری که همودینامیکشون رو به هم ریخته، وضعیت قلب و عروق و گردش خونشون رو به هم ریخته، سپتیسمی براشون ایجاد کرده، یا تروماها یا ضربه هایی که بهشون وارد شده، یکی از سیستم های درونی بدنشون حالا یا قلبشون رو یا ریه‌شون رو یا کبدشون رو یا مغز رو تحت تاثیر قرار داده و به واسطه این تروماها یا آسیب ها وضعیت ناپایداری دارن. اینا کسایی هستن که اینتنسیو کیر پیشنت یا سطوح مراقبتی بالا هست. در کنارش ما یه سری آدم‌هایی رو داریم یا بیمارانی رو داریم که نیاز به مراقبت‌های سطح متوسط دارن. خب به هر حال نیاز به مراقبت‌های زیادتر دارن نسبت به بقیه، ولی بحرانی نیست شرایطشون. ولی نیاز به مراقبت دارن. اینا میشه مراقبت‌های متوسط که حالا بعداً توضیح خواهیم داد. اگه یه ذره کریتیکال بشه دیگه حالا تو بخش‌های اصطلاحاً پست سی سی یو یا پست آی سی یو اینا رو بستری می‌کنن. یه سری آدم های دیگه هستن که نیازهای مراقبتی مراقبت از خودشون رو میتونن انجام بدن. خب حتی بعضی وقتا نیاز به این که همه کاراشون رو پرستار انجام بده ندارن،
اکثر کارش رو خودش انجام میده، فقط یه تعویض پانسمان رو ممکنه به نیاز باشه که پرستار براشون انجام بده. یا بعضی از مریض ها هستن که به دلایل مختلف نیاز به مراقبت های طولانی مدت دارن، مثل کسایی که زندگی نباتی دارن، کسایی که پاراپلژیا پیدا کردن، کسی هم نیست ازشون مراقبت بکنه و یه سوند باید براشون گذاشته بشه، مراقبت های مربوط به اون هست. اینا دیگه لانگ ترم کیر ها هستن. یا مریض هایی که اوت پیشنت هستن، میاد یه خدماتی رو دریافت میکنه، یه جراحی کوچیک انجام میده، روز بعدش یا همون روز ممکنه مرخص بشه. اینا کسایی هستن که به هر حال نیاز به خدمات سرپایی یا دی سرجری دارن. دی سرجری ها منظورمون در واقع مریض هایی هستن که یه روزه میان بستری میشن، خدمات دریافت میکنن و ترخیص میشن. خب از نظر خود بخش های مراقبت ویژه، بخش های مراقبت ویژه به دو دسته کلی تقسیم میشن. بخش های مراقبت ویژه ای که جنرال هستن، حالا جنرال وقتی میگیم یعنی هر مریضی از هر جا بسته، مثلا جنرال مدیکال سرجیکال، یعنی چه داخلی باشه چه جراحی باشه میاد تو اون بخش، که الان خیلی کمتر هستن البته، مگه اینکه جاهای خیلی کوچیک ما ببینیم که آی سی یو های جنرال مدیکال سرجیکال دارن. بعضی جاها ممکنه که نه، آی سی یوشون جنرال هست ولی مریض های داخلیشون رو از مریض های جراحیشون جدا کردن، میشه مدیکال اینتنسیو کیر یونیت و سرجیکال اینتنسیو کیر یونیت. و بعضی از سانترها و بخشها ممکنه که بله، ممکنه که شما ملاحظه بفرمایید که اختصاصی بخش مراقبت ویژه رو برای یک گروه خاص درست کردن، نئونات اینتنسیو کیر NICU درست کردن، یا مثلا ممکنه پدیاتریک اینتنسیو کیر یونیت، یا کاردیاک سرجری، یا نوروسرجری، یا بخش‌های ویژه‌ای که اختصاصا مریض سوختگی توش بستری میشن، یا بخش‌های ویژه‌ای که اختصاصا مربوط به تروما هستن. اینا خب به هر حال یا سی سی او کورونری کیس یونیت ها، اینا بخش های ویژه ای هستند که اختصاصا گروه های خاصی از بیماران اونجا بستری میشن و یه دستبندی های جزئی تر دارن، که حالا ملاحظه میفرمایید تو بیمارستان های کشورمون بخش های مراقبت ویژه داخلی جراحی، بخش های ویژه جراحی اعصاب، مثلا بیمارستان امام خمینی یا آی سی او جراحی اعصاب و ستون و فقرات داره، یا بخش های مراقبت ویژه تنفسی، همه کسایی که نیاز به اتصال دستگاه تهویه مکانیکی دارن به واسطه پاتولوژی که تو ریه‌هاشون اتفاق افتاده، یا بخش های مراقبت ویژه اونکولوژی که فقط مریض سرطانی بستری میشن، مریض سرطانی که بدحال‌تر هستن، مثلا بیمارستان ولیعصر تهران یا بیمارستان های امید مشهد، اینا از نوع اونکولوژی هستن و قاعدتا بخش های مراقبت ویژه‌ای که خاص بیماران اونکولوژی هست اونجا قرار داده شده، یا بخش مراقبت ویژه قلب یا کودکان و نوزادان و تروماها از جمله بخش های مراقبت ویژه رایج و تخصصی در کشورمون هست. اما هدف ما از تشکیل بخش مراقبت ویژه باید بدونیم چیه. هدفمون ببینیم، ما تعریف کردیم، گفتیم بدحال ترین مریض ها توسط ماهرترین پرسنل و پیشرفته ترین تجهیزات قرار مورد مراقبت قرار. یه نکته اساسی که تو بخش مراقبت ویژه وجود داره کلوز مانیتورینگ کردن، یعنی ما میبریم مریض رو تو بخش مراقبت ویژه، نه تنها برای اینکه تجهیزات حرفه‌ایمون اونجاست، نه تنها برای اینکه پرسنل ورزیده و ماهرمون اونجا قرار گرفته، بلکه مهمتر از همه اینا این که مداوم ارزیابی بکنیم، یعنی 24 ساعته این مریض ها تحت مانیتورینگ قرار می گیرن. دیدید خیلی از مریضایی که اومدن تو بخش های ویژه، حتی اگه هیچ مشکلی هم نداشته باشن، مدام وضعیت قلبشون، مدام وضعیت اوتو سچوریشنشون، وضعیت تنفسشون، وضعیت در واقع تمپرچرشون، یا حتی ای سی او 2 شون یا سی او 2 بازدمیشون، مدام داره مورد بررسی قرار می گیره به شکل ریل تایم. این اندازه‌گیری رو بهش میگیم ریل تایم، یعنی لحظه به لحظه داره ارزیابی میشه. پس هدف اصلی بستری کردن بیماران در بخش های مراقبت ویژه، بیماران کریتیکال داریم میگیم، در بخش های مراقبت ویژه اگه گفتیم چیه، باید بگید کلوز مانیتورینگ کردن، کانستنت اند کلوز مانیتورینگ، پایش مداوم و دقیق مریض ها یکی از اصلی ترین اهداف بستری بیمار در بخش های مراقبت ویژه هست. حتی خیلی وقتا این واژه آی سی یو که دارن میگن، میگن آی سی یو یعنی بیمارت رو ببین، نگاه کردن و مشاهده کردن بیمار هست، که حالا در مورد این موضوع حتما صحبت خواهیم کرد و با هم بحث خواهیم کرد که
خیلی تمایل دارم که تو این گفتگو حتما مشارکت بکنم. ملاحظه بفرمایید، اگه ما یه ساختار بخش مراقبت ویژه رو بخوایم نگاه بکنیم، گفتیم یه سری تجهیزات پیشرفته و حرفه‌ای می‌خوایم که انواع تجهیزات پیشرفته‌ای که معمولا وجود داره، همونطور که تو تصویر می‌بینید و خودتون هم حتما تو آی سی یو ها دیدید، یه سیستم ساکشنینگی که کاملا مشخص باشه، یه سیستم ارائه اکسیژن یا هوای فشرده، دستگاه‌های در واقع مثل تعبیه مکانیکی، رابط ها، لوله ها، کلوز مانیتورینگ هایی که بت ساید بالای سر مریض قرار گرفتن، پمپ های انفوزیون رو میبینید، ما ممکنه اندازه گیری های فشار شریانی رو داشته باشید، یا دستگاه های دیگه که وجود داره، یا مثلا پالس اکسیمتری برای بیمار گذاشته شده باشه. حالا برای انجام پروسیجر های خیلی خاص ممکنه که نیازمند این باشیم که چراغ هایی برای دیدن محل ها برای پروسیجر ها داشته باشیم. بله جن. آقای انصاری راد نمیدونم مشکلشون چیه، یا اینکه من شاید یه مشکلی پیدا کردم صدا قطعه. بله جانم بفرمایید، اگر توضیح لازم هست یا نکته میخواید اشاره بفرمایید حتما بفرمایید. اگر خب یادمون باشه، پس ما گفتیم هدف اصلیمون پایش بیماره، ولی یادمون باید باشه که بیمار رو در مرکز توجهمون باید قرار بدیم. خیلی وقتها وجود تجهیزات خیلی پیشرفته و حرفه‌ای باعث میشه که ما از خود مریض غافل بشیم. تو این تصویر نگاه کنید، وجود تجهیزاتی مثل این تجهیزات، حالا تصویر خیلی قدیمیه ولی تصویر خیلی معنا و مفهوم توش زیاد داره. نگاه کنید، این نگاهش به این مانیتورینگه، این نگاهش نسبت به این دستگاه، اینا دارن روی این در واقع پایش هایی که داره انجام میشه، هیچ کدومشون نگاهشون به مریض نیست. ما برامون خیلی مهمه، درسته تجهیزات حرفه‌ای و پیشرفته داریم، ولی حتما حتما باید تفسیر اطلاعاتی که از دستگاه های مختلف داریم به دست میاریم بر اساس شرایط بیمار باشه. خیلی وقتا ممکنه که اگر صدای من قطع و وصل میشه اشاره بفرمایید خواهشان. حتما آها صدا نیست، من شرمندم، اینترنت من حقیقتش اوضاعش خوبه، وضعیتش نسبتا خوبه، اگه بقیه دوستان هم همچین مشکلی رو دارن. آها و اون دوستانی که صداشون ضعیفه یا صدای من واضح نیست، من شرمندم، فقط لطف بکنن یه بار شاید خارج بشن یا اینترنتشون رو چک بکنن، ممنونشون میشم. خب پس بله، صدا خوبه؟ آها خیلی خوب، اشاره کردن که صدا خوب. خب پس ما گفتیم وقتی که ما درسته داریم میگیم یک کلوز مانیتورینگ انجام بدیم، ولی هیچ همیشه تفسیر داده هایی که دستگاه ها به ما میدن رو باید بر اساس شرایط بالینی بیمار قضاوت بکنیم. یعنی اینکه حتما کلینیک مریض رو هم مورد توجه قرار بدیم. خب اما موقعیت بخش های مراقبت ویژه در کل بیمارستان کجا باید باشه؟ موقعیت فیزیکی بخش آی سی یو بستگی به این داره که آی سی یو ما از چه نوع هست. مثلا اگه آی سی یو جراحی هست، خب قاعدتا منطقی به نظر میرسه که نزدیک اتاق عمل و نزدیک بخش های جراحی باشه. اگه آی سی یو من آی سی یو قلب هست، جراحی اوپن هارت هست، بازم باید حتما نزدیک کت لب باشه، نزدیک سی سی یو باشه، نزدیک اتاق عمل باشه. یعنی به نوعی میشه گفت یه جایی باید باشه که در دسترس باشه، اینجوری نباشه که مثلا اورژانس ما طبقه مثلا همکف باشه در حالی که مثلا آی سی یو ما طبقه چهارم یا پنجم باشه. این اصلا شرایط ایدئال و مناسبی نیست. من یه چند لحظه بله خب پس از نظر موقعیت نسبت به اینکه چه بخشی باشه باید حتما از این جهت مد نظر قرار بدیم. تعداد تخت های آی سی یو از 5 تا 6 تا نباید کمتر باشه. ما نمیتونیم 3 تا یا 4 تا بخش آی سی یو داشته باشیم. علتش اینه که خیلی هزینه بر هست، اصلا مقرون به صرفه نیست. ما برای 4 تا تخت 3 تا تخت نیازمند این باشیم که یک گروه از آدما رو بخوایم قرار بدیم و در واقع اونجا بخواد
این همه تجهیزات و امکانات قرار بگیره و این همه پرسنل ورزیده اونجا بخواد قرار بگیره. و بیشتر از 12 تا 15 تا هم خیلی توصیه نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه اینقدر لود کار زیاد خواهد بود، کنترل کردن این بخش آی سی یو که مثلا 20 تا تخت داشته باشه، 14 تا 16 تا تخت داشته باشه، اصلا مقرون به صرفه نیست و احتمال خطا رو خیلی زیاد خواهد کرد. بنابراین حدود تعداد تخت ویژه آی سی یو معمولا باید در حد 5 تا 6 تا کمتر نباشه، 12 تا 15 تا هم نباید زیادتر باشه. بخش ویژه با کمتر از 200 پذیرش در سال و اشغال تخت کمتر از 60% مقرون به صرفه نیست. اتفاقی که الان تو آی سی یو زنان بیمارستان امیر داره میفته. نمیدونم دقت کردید، اونجا یه آی سی یو داره ولی در یک سال وقتی نگاه میکنیم واقعا اشغال تخت آی سی یوش به نظر من کمتر از 60%. بنابراین مقرون به صرفه نیست ولی نگهش داشتم برای شرایطی که ممکنه حالا کرونا باشه یا شرایط دیگه‌ای که شاید نیاز بشه. ولی اگر ما اشغال تخت کمتر از 60% داشته باشیم، خب این خیلی شرایط خوبی نیست. یا کمتر از 200 تا پذیرش در سال، یعنی بخش آی سی یو وقتی آمار و ارقام رو بررسی می‌کنی می‌بینی در یک سال کمتر از 200 نفر تو این بخش بستری شدن اصلا توجیه اقتصادی نداره. به طور کلی گفته میشه به ازای هر 100 تا تختی که توی هر بیمارستان وجود داره باید 5 تا تخت آی سی یو وجود داشته باشه. یعنی یه بیمارستانی که 200 تخت خوابه هست باید 10 تا آی سی یو داشته باشه، 10 تا تخت آی سی یو داشته باشه. یا بیمارستانی که 400 تخت خوابی هست به این معنی نیست که همش بره تو آی سی یو، رو جدا میکنه، میشه یکی آی سی یو جراحی، یکی آی سی یو در واقع داخلی. ولی با این پیش فرض و با رعایت این قانون که تعداد تخت ها بیشتر از 12 تا یا 15 تا نباشد، ما به ازای مریض هایی که بستری هستن تو بیمارستان به ازای هر 100 تا 5 تا تخت آی سی یو باید در نظر بگیریم. ملاحظه بفرمایید یه بخش کریتیکالی که صحبتش رو کردیم، نزدیک اتاق عمل باید باشه، نزدیک بخش آی سی یو اورژانس باید باشه، چون خیلی وقتا مریضای کریتیکال یا اورژانسی به خصوص آی سی یو های جراحی، چون مریض ترومایی خیلی سریع ممکنه نیاز به مراقبت تو بخش آی سی یو داشته باشه، نزدیک بخش تخصصی خودش باید باشه. یعنی اگه بخش آی سی یو داخلی هست نزدیک بخش داخلی، اگه آی سی یو جراحی هست نزدیک بخش جراحی، نزدیک ارائه خدمات آزمایشگاهی. حالا اگه ایکس ری قرار انجام بشه، سی تی قرار گرفته بشه، آزمایشی خاصی که نیاز هست مریض از اونجا منتقل بشه، از بخش بر اون آزمایشو انجام بده بیاد، باید حتما نزدیکش باشه. بنابراین اگر با اینا همه اینا رو بخوایم رعایت بکنیم، با توجه به اینکه ما معمولا اورژانسامون طبقه همکف هست، انتظار داریم بخشای مراقبت ویژمون دیگه تقریبا طبقه اول باشه. خیلی کم پیش میاد ما نیازمند این باشیم که یک آی سی یو رو بخوایم ببریم طبقه های بالا، مگه اینکه کل اون دپارتمان و اون طبقه همش مثلا مربوط به قلب باشه، بخش قلب هم اونجاست، بخش همه چی اونجاست. خب این توجیه داره که کتلب اونجاست، آنژیوگرافی اونجا انجام میشه، جراحی اتاق عمل جراحی قلب اونجا، همه چی وقتی اونجا باشه، خب قاعدتا منطقی به نظر میرسه که بخش آی سی یو تخصصی اون مورد خاص رو ببرن تو بخش های طبقات بالاتر. اینجا هم باز ملاحظه میفرمایید که دسترسی هایی که بخش کریتیکال، یعنی یک مرکزیتی باید داشته باشه بخش ویژه، به خاطر اینکه دسترسیش به همه قسمت ها به نوعی میشه گفت وجود داشته باشه. خب ما این صحبت هایی که اشاره کردیم، باید بریم سراغ این که حالا بیمارانی که تو بخش های ویژه بستری میشه معمولا از کدوم بخش ها میان تو بخش ویژه. یک آمار ارقام مربوط به انگلستان هست، بخش ویژه در واقع بالغین رو نگاه بکنید، میگه بیشتر مریض ها، یعنی مریض هایی که تو بخش های ویژه بستری میشن از کدوم بخش ها معمولا دارن. ببین 46% یه آمار گرفتن، 46% داره از اتاق عمل میاد. خب این منطقی به نظر میرسه که این بخش ویژه باید حتما نزدیک به اتاق عمل باشه. 8% از بیمارستان های دیگه ریفر میشن میان، 3% از سایر بخش های دیگه، 5% از آی سی او های دیگه. مثلا فرض بکنید آی سی او جراحی رو در نظر بگیرید، 5% مریض هایی که تو آی سی او جراحی بستری میشن مثلا از آی سی او داخلی میان، 23% از بخش مریض مراجعه میکنه و 15% از در واقع بخش های اکیوت و اورژانس. خب اگه ما همچین آماری داشته باشیم، منطقی به نظر میرسه که این آی سی یو ما باید حتما نزدیک اتاق عمل باشه،
حتما باید نزدیک اتاق عمل و همچنین نزدیک بخش تخصصی خودش و نزدیک بخش اورژانس باید باشه. باز از نظر مرگومیر باز نگاه بکنید، بخش های مراقبت ویژه متاسفانه مرگومیرشون خیلی بالاتره نسبت به در واقع بخش های دیگه. این به این معنا نیست که، خوب دقت بفرمایید، یه اشتباه بزرگی که ما معمولا داریم مرتکب میشیم اینی که مریضی که خیلی کریتیکال میشه، شرایطش داره فوت میکنه، برای سی پی آر کردن میارنش تو آی سی یو. این انتقال دادن مریضی که به قول معروف اندستیج نوکوده بیا تو بخش آی سی یو اصلا به صلاح نیست. چرا این اصلا به صلاح نیست؟ به خاطر اینکه ما بخش آی سی یو رو باید رزرو نگه داریم برای کسی که به علت دریافت این خدمات میشه کاری براش انجام داد. چون ما این پرسنل ورزیده رو گذاشتیم، تجهیزات حرفه‌ای رو گذاشتیم که جون آدم‌ها رو بتونیم نجات بدیم، ولی یه مریضی که نوکوده، یه مریضی که شرایط مثلا خیلی داریم اکسپای میشه اصلا، یعنی وضعیتی داره، آسیستول داره، سی پی آر هم شده توی بخش اوزاش اصلا چیز نیست، اینو به زور بیاریم تو بخش آی سی یو، مورتالیته یا آمار مرگ و میر بخش آی سی یو ما رو فقط بالا میبره و هیچ فایده دیگه ای نداره. بنابراین تو معیارهای پذیرش در بخش‌های آی سی یو یکی از نکاتی که خیلی اهمیت داره این که مریضی که اندستیج نباید تو آی سی یو بستری بشه. مریضی که حالا نچرال دس داره براش اتفاق میفته، مرگ طبیعی داره براش اتفاق میفته، پی اف جایی رسیده که اصلا دیگه هیچ کاری از دست کسی بر نمیاد، این مریض رو نباید بیاریم تو بخش آی سی یو، به خاطر اینکه فقط ریسک مرگ و میرش افزایش پیدا میکنه. از نظر ساختمانی طرح‌های بخش ویژه باید به شکل نیم دایره یا نعلی شکل باشه، به طوری که آی سی یو یا استیشن یا محل استقرار پرستاران وسط باشه که اشراف به همه مریض ها داشته باشه. نمیتونیم طرحی غیر از این داشته باشه بخش آی سی یو، چون اگه غیر از این باشه ممکنه مریض ها توی زاویه دید یا موقعیت قرار بگیرن که ما نتونیم خوب ببینیم. میگه آقا دستگاه تجهیزات پیشرفته که داریم که اون ایکیجی مریض داره نشون میده، حالا هر جا باشه، پشت دیوارم که باشه، اون مانیتورینگ مرکزی تو استیشن وجود داره، من میتونم وضعیت مریض رو بررسی بکنم. چه نیازی هست که حتما ببینم مریض رو؟ این برمیگرده به همون موضوعی که اشاره کردیم، یعنی خیلی وقتها ما اعتماد ممکنه به اون صورت نتونیم بکنیم به آنچه که دستگاه‌ها تجهیزات پیشرفته هستند، ولی خیلی وقتها ممکنه آرتیفکت داشته باشن، ما رو به خطا بندازن. تفسیر کردن اونها خیلی وقتا بر اساس مشاهده ما نسبت به کلینیک مریض باید صورت بگیره. یه عدد و رقم ها رو ما قرار نیست درمان کنیم، ما قرار هست این عدد و رقم ها رو بر اساس موقعیت کلینیکی مریض قضاوت بکنیم. یه زمانی هست یه مریضی ممکنه هارت ریتش، مثال دارم میزنم، هارت ریتش شده باشه 40 تا، این مریض افت سطح هوشیاری به علت افت هارت ریت براش اتفاق نیافتاده، یعنی کاهش هوشیاری براش اتفاق نیافتاده، فشارش نیافتاده پایین، سر مورو گنده نشسته داره صبونه، این من یه هارت ریت تو هیچ کارش ندارم. و یا یه مریض دیگه ای هارت ریتش رسیده به 40 یا 45 حتی، ولی میبینم افت فشار براش اتفاق افتاده، میبینم مریض صورتش پیل شده، قیافه مریض نگاه میکنه بله. خیلی خب یه دفعه قطع میشه، کلا سیستم ما رو میریزه به هم. الان صدا و تصویر بنده رو دارین؟ اگر صدا و تصویر هست من عذرخواهی میکنم. متشکرم. خب پس از نظر موقعیتی گفتیم باید به این صورت باشه، هر تخت آی سی یو باید یه اتاقک مجزا داشته باشه. بهتره که تختای آی سی یو پنجره‌ای به طرف بیرون داشته باشن، یعنی از محیط بیرون مریض مطلع باشه. مثلا تو آی سی یو داخلی خودمون اگر نگاه بکنید تو بیمارستان کوثر، یک جوری قرار گرفته که اگه شما اونجا بستری بشی نمیتونی بفهمی الان صبح، ظهر، شب، این خیلی بده.
همه مریض هایی که اونجا بستن، حالا پرسنل ممکنه بیرون برن یا موقعیت خودشون رو تغییر بدن و از پنجره بتونن بفهمن که به قول معروف محیط بیرون چه شکلی از چه موقع از روز هست، ولی مریضی که روی تخت دراز کشیده حتما باید بتونه بیرون رو ببینه، حداقل نوری از بیرون بتونه وارد بشه. این اگه اتفاق نیفته ریسک اصطلاحاً دیلیریوم یا آیسیو سایکوزیس، ریسک محرومیت حسی، افسردگی رو میتونه افزایش بده. یعنی مریض هایی که معمولا تو بخش های آیسیو بستری میشن بعد از ترخیص از بخش آیسیو بعضیشون دچار آسیب های روانی میشن، یعنی مشکلات در واقع حادی مثل پست تروماتیک استرس دیزوردر براشون اتفاق میفته. خب تو طراحی محل استقرار بخش آیسیو یه نکته دیگه که باید حتما در نظر بگیریم اینه که هر تختی باید محدودش مجزا باشه، یعنی اولا با یه اتاقک جدا شده باشه و دوما این که یه دری از اون اتاقک به بیرون داشته باشه که این خیلی مناسب تره. نگاه کنیم با هم دیگه، ببینید این تصویر رو اگر ملاحظه بفرمایید، این کرسر رو فعال بکنم که ببینید، ببین هر تختی محدودش جدا شده. میگه آقا این جدا شدنه چه فایده ای داره؟ از چند جهت خیلی مهمه. اگه این مریض شما بدحال بشه به دلایل مختلف، مریض کناریش وضعیت روحی روانیش به هم نمیریزه. یعنی اگر این مریض بدحال بشه این یکی دیگه نمیتونه اینو ببینه، چون اینجا از به حال پرده گذاشته. ولی اگه این نباشه خیلی وقتای مریض ممکنه وضعیتش بیدار باشه، هوشیار باشه، ولی این شرایط کریتیکالی داشته باشه، بدحالتر بشه و فوت بکنه. خیلی من یه داشتیم توی آی سی یو یه مریض رو که به هر حال بیدار بود بنده خدا، وضعیتش اوضاعش بهتر بود، اون معیارهای پذیرشش تو بخش ویژه شاید خیلی توجه نشده بود و شرایط نسبتا نرمالتری داشت. تخت بغلیش یه مریض از اورژانس اومد اونجا، بعد از چند ساعت اکسپای شد، فوت شد متاسفانه. مریض بعدی اومد اکسپای شد، فوت. یعنی سه تا مریض رو مردنشون رو این دید، یعنی یه وضعیتی پیدا کرده و شروع کرده بود به گریه کردن این مریض. خب این شرایط خوبی نیست، خیلی تاثیرگذار هست. و حتی میگه آقا شما این استیج قسمت در واقع پارتیشن هم گذاشتی، اینا رو جدا کردی از هم دیگه، باید یه در پشتی برای این اتاقکه بذاری که اگه این مریض اکسپای شد ملافه کشیده از جلو بقیه مریضای دیگه ردش نکنی بره. چرا؟ چون روحیه اینا تاثیر میذاره. میگه این در پشتی رو باید باز بکنی، این مریض اگه اکسپای شد از اینجا بیاد بره بیرون. این هم باز ما تو بیمارستانهای خودمون نداریم متاسفانه. یعنی البته راه روه رو داریم، بیشتر برای ملاقات وجود داره. این آیسیو داخلی رو دور تا دورش رو نگاه بکنی، یه راه روی باریک داره، ولی در خروجی به سمت بیرون براش تعبیه نشد. یه اهمیت دیگه که با پارتیشن تخت های آیسیو بهتر جدا بشن از هم دیگه اینه که انتقال عفونت کاهش پیدا میکنه. یعنی این پارتیشن ها منجر به این میشه که انتقال عفونت تا حد امکان کم بشه. خب این یه مقداری ممکنه دردسرایی هم ایجاد بکنه. به هر حال وجود این تجهیزات، رفت و آمد پرسنل، جابجا کردن وسیله ها و تجهیزات روی مقدار ممکنه با چالش مواجه کنه، ولی به هر تقدیر مناسب تر. مثلا یه آی سی ایدئالی که ملاحظه میفرمایید به این صورت هست که خیلی در واقع مناسب و خوبه. به جای اینکه این همه روی دیوار یه جایی رو به عنوان سوکت ها یا پریز برق در نظر گرفته شده باشه، با یک دو تا بازو که به سقف آویزون هست خیلی راحت اینا قابل حرکت کردن و قابل جابجاییه. یعنی یه جا ثابت نیست که به خاطر ثابت بودن اون تخت مریض هم مجبور بشه اونجا قرار بگیره، به چسبونمش به دیوار، یا شرایطی باشه که بر تقدیر ثابت باشه و همیشه مزاحمت برای ما ایجاد بکنه. همونطور که توی تصویر دارید ملاحظه می‌فرمایید، کاملاً با یه بازوی محرکی که اینجا وجود داره کل سیستم مانیتورینگ و دسترسی‌هایی که این تخت ویژه لازم داره قابل حرکت کردنه. میتونه جابجا بشه، نزدیکتر یا یه مقداری دورتر قرار بگیره. البته این معایب خودش هم میتونه داشته باشه، چون این سیم‌ها و رابط‌هایی که به مار متصل هست با حرکت کردن ممکنه کنده بشن، ولی به هر تقدیر تقریباً به اون استانداردها نزدیکه. یه محیط خیلی مناسب، آیسو سایکوزیس نور وارد میشه، اتاقک جدا داره، محدوده بیمار
خیلی فضای بازی داره، همه تجهیزات و دستگاه ها راحت در اختیار هست. یا همونطور که اینجا ملاحظه میفرمایید، همه این تجهیزات و امکانات توی این محیط تعبیه شده برای یه تخت ICU و نگاه به سمت یا ویوی بیرون رو هم داره برای اینکه این اتفاق بیفته. این هم یکی از ICU های در واقع خودمون هست که ICU رضویه، بیمارستان رضوی مشهد، که تقریبا این استانداردهای خوبی رو داره. همونطور که ملاحظه میفرمایید استیشن در اینجا قرار گرفته و پارتیشن های مجزایی جدا شده، برای هر بیمار داروها همون در واقع پارتیشن قرار گرفته، لاکر مریض همونجا هست. یعنی پرستار دیگه نیازی نیست برای اینکه دارو بخواد بیاره برای این مریض و کارهای این مریضش رو بخواد انجام بده، مجبور نیست جابجا بشه از اینجا بره تو اتاق تریتمنت چیزی ورداره بیاره و اینجا بخواد دوباره برای این مریضش است. همه آنچه که نیاز داره اینجا قرار گرفته. این از این جهت برای ما خیلی حائز اهمیته، چون خیلی وقتا پرستارای بخشای آیسیو به دلایل مختلف فعالیتشون خیلی زیاد هست و خیلی از مراقبتایی که میخوان انجام بدن ممکنه که در واقع در یک شیفت کاری نگاه بکنم خیلی مسافت طولانی رو راه رفتن و واقعا بی خودی خیلی زحمت اضافه کرد. این یه صندلی گذاشته همه کارشون همینجا انجام میده. ما انتظار داریم که بخشای ICU استانداردش اینه که 20 متر مربع فضا برای هر تخت ICU وجود داشته باشه. درجه حرارت محیط بخش ICU بعد در حد 22 تا 26 درجه حفظ بشه با یه رطوبتی در حد 30 تا 60 درصد. و یه نکته خیلی مهم که الان به شدت هم روش تاکید هست، سیستم ونتیلیشن مناسبه، تهویه و گردش هوا. یعنی به گونه‌ای باید باشد که از یه جای هوا وارد بشه و از یه جای خارج بشه. اون محل ورود و خروج هوا از طریق سیستم‌های ونتیلیشن مناسب باید و اگزاست یا خروجی و یا اصطلاحاً اگزوز هایی که هوا رو به شدت و با فشار از داخل محیط خارج میکنن باید در نظر گرفته بشه. همونطور که تو تصویر هم ملاحظه میفرمایید ارتفاع سقف هم ارتفاع خوبیه. ما خیلی وقتها ارتفاع سقفمون ارتفاع مناسبی نیست، مثل ICU که الان تو بخش داخلی داریم که خیلی سقف کوتاهی داره و همین خیلی دلگیر کرده بخش های ICU. چون ما غیر از این که به فکر بیمار باید باشیم، به فکر پرستاری هم که تو اون بخش رو میخواد کار بکنه باید باشیم. هم چینش، هم مرتب بودن، حتی تزیینات بخش ICU روحیه پرستارها تأثیر گذار. یه نکته دیگه که وجود داره، وجود این دوربین هایی هست که بالای سر هر مریض وجود داره. من خیلی دوست دارم که نگاه شما و نظر شما رو بدونم در مورد این دوربین ها، که وجود دوربین بالای سر هر مریض از نظر شما خوبه یا بده؟ مثلا اگه شما باشید به عنوان یه پرستار که تخت بالای سرتون دوربین داشته باشه، اگه بخواید مراقبت انجام بدین خوبه به نظرتون؟ چه خوبیایی داره چه بدیایی داره؟ دوست دارم در موردش بحث بکنید، چون یه مدتی تو همین بیمارستان‌های اینجا تصمیم برای این بود که همچین کاری انجام بدن و دوربینایی رو تعبیه کرده بودن، یا مثلا برای اورژانس توصیه کردن که حتما یه دوربین گذاشته بشه، به خصوص تو اتاق احیاش و به خصوص تو اون قسمت تریاجش. خیلی دوست دارم نگاه شما رو بدونم. اگر میخواید صحبت بکنید من میکروفونتون رو فعال کنم، اگر میخواید تایپ بفرمایید خواهشاً فینگلیشی تایپ کنید یا اون پکیج دانلود فارسی رو. بله از یک طرف باعث میشه در صورت خطا کسی نتونه زیرش بزنه. خب این یک نگاهه، ولی این خطا اون چیزی که شما ثبت کردی، اون دوربین نمیتونه اون ثبت شدن شما رو بده، ولی کارهایی که انجام دادی چرا؟ از یه جهت قبول دارم کنترل بهتر، کنترل بهتر پرستار یا کنترل بهتر چی؟ چون پرستار بخشای ICU خب به نوعی میشه گفت، ولی حریم خصوصی فرد رو هم این که چه کار داریم میکنه، خب خیلی وقتا از اون ور قضیه هم باید نگاه کنید. دیگه بقیه دوستان هم مشارکت بکنن. کنترل بهتر پرستاران، مثلا سرپرستار دقیق تر بتونه بینید کار چه کار دارن میکنن. اگر علامت دست رو بیارید بالا من فعال کنم براتون میکروفونتون، اگه میخواید توضیح بدید صحبت بکنید. مریض چرا، اگه مریض بیدار باشه چرا اذیت میشه؟ مریض اگر بیدار باشه یه نفر مدام هی تماشاش بکنه از توی دوربین،
شاید این حریم شخصی مریض خوب حفظ نشه. یعنی یکی از نکات خیلی مهمی که وجود داره حریم شخصی و حفظ پرایویسی مریضه. خب مریضی که به هر تقدیر کریتیکال باشه خیلی وقتها دفعش رو هم توی تخت مجبور انجام بده و وجود این دوربین ها خیلی وقتها ممکنه آزار بده بر مریض. خیلی نکته خیلی خوبی اشاره کردید شما. ملاقات با بیمار، این از یک جهت خوبه، راست میگن. ما تو بخش های آی سی و اوپن هارت یه دوربین هایی گذاشته شده، نه روی هر تخت. الان تو تصویری که ما اینجا دیدیم اگر ملاحظه بکنیم بالای هر تخت یه دوربین گذاشته شده، ولی تو بعضی از آی سی او ها مثل آی سی او اوپن هارت خیلی جالبه همین نکته که دارید میفرمایید برای ملاقات، که یه دوربینی که قدرت زوم کردن داره، مثلا عقبتر قرار گرفتی، بالا هر تختی بیمار نیست، عقبتره، مثلا خانواده همراه تخت چهار که میان اونو زومش میکنن روی تخت چهار که دور قرار گرفته که مریض اذیت نشه، احساس تحت نظر بودن رو نداشته باشه، روی صورت بیمار مریض دست کم میده یا شرایطی که وجود داشته باشه اگر پشت شیشه امکان پذیر بزنه امکان رو فراهم میکنه. بله نکته خوبی اشاره کردید شما. میبینید پس وجود همچین تلکیاری برای خیلی وقت و خیلی از بیمارستان‌ها تصمیماتی ممکنه بگیر هست. اگر نکنید مقایسه کرده یک های دیپندنسی یونیت رو با یه آی سی او. این آی سی او تهویه مکانیکی داره. آی سی او تهویه مکانیکی داره، مانیتورینگ بالای سر بیمار داره، پمپ انفوزیون داره، نمیدونم سیستم ساکشنینگ خیلی پیشرفته تر داره. تجهیزات تقریبا کامل، حتی ممکن سی آر آر تی داشته باشه برای دیالیز بیمار، انواع پمپ‌های انفوزیون، ولی یک دونه بخش HDU رو نگاه بکنید به این پیشرفتگی نیست. فقط یه دستگاه مانیتورینگ ساده برای بیمار گذاشته، فوقش سیستم ساکشن و اکسیژن، چیز دیگه ای نداره. دوشک مواج ممکنه داشته باشه که این وجود این پمپ اینجا نشون میده، ولی خیلی پیچیده نیست. بنابراین بخش های HDU نه بخش داخلی معمولی یا جراحی معمولی هستند، نه بخش تخصصی آی سی اوش هستن، این وسط این دوتا هستن که از نظر امکانات و تجهیزات تفاوت وجود. مثلا الان نگاه بکنید یک تخت، یه بخش HDU های دیپندنسی یونیتی که وجود داره، خب خیلی خوبه که از طریق پارتیشن هایی که با پرده جدا شده قابل جدا شدنن، ولی هیچی غیر از یه سیستم مانیتورینگ ساده نداره، دستگاه تهویه مکانیکی براش وجود نداره، نمیدونم پمپای انفوزیون نداره، یه سیستم ساکشنینگ، یک سیستم اکسیژن ساده، یک مثلا نرسینگ کال براش گذاشته شده، همین کفایت کرده و خیلی از مشکلات رو ممکنه با همین بشه برطرف. در صورتی که بخش آی سی رو نگاه بکنید، یک در واقع دمنده هوای گرم برای مریضایی که هایپوترم هستن، دستگاه سی آر آر تی برای دیالیز، دستگاه تهویه مکانیکی، پمپ‌های انفوزیونی که حالا انواع و اقسامش رو ملاحظه می‌فرمایید، دستگاه‌های مثلا اکوکاردیوگرافی، دستگاه بد ساید مانیتورینگ معمولی که وجود داره، این خیلی تجهیزات و امکانات خیلی زیادتر و در واقع پیشرفته تر هست نسبت به یک بخش HDU. خب این هم خیلی هزینه بر هست. یعنی بخش های میگه آقا خب تو بخش ICU که خالی هست بستری بکنیم، چون خیلی وقتا بخش های اینتنسیف کیر رو خیلی میگن اکسپنسیف کیر، یعنی چون خیلی پر هزینه است. هزینه یه شب اقامت تو بخش های آی سی یو واقعا در بیمارستان خصوصی خیلی وقت میبینید خیلی گرون هست و عدد و رقماشو واقعا من عدد و رقمایی که دارم مال تقریبا یکی دو سال قبل، الان دیگه نمیدونم اوضاع چه جوری هست تو بخش های بیمارستان های خصوصی، بخش های آی سی یوش واقعا چقدر از مریض پول میگیرن، خیلی شرایط خاصی است.
خب بخش‌های مراقبت ویژه از نظر اینکه الگوی مراقبتشون و ویزیتشون چجوری هست به سه نوع تقسیم میشن: بخش‌های اوپن، کلوز و ترانزیشنال. بخش‌های اوپن، کلوز و ترانزیشنال یعنی چی؟ بخش اوپن، بخش اوپن یعنی پزشک معالج که مثلا فرض بکنید مریض، یه مریض مثال بزنم برای شما اینجوری که شاید درکش راحت تر باشه، یه مریض مثلا مشکل غدد داشته، پزشکش مثلا متخصص غدد بوده، این مریض به هر دلیلی شرط کریتیکال پیدا میکنه میاد تو بخش آی سی یو، دیگه پزشک مسئولش تو بخش آی سی یو همون متخصص غدد خواهد بود، یعنی پزشک دیگه مهتدار اون نیست. یعنی اینکه تو بخش های آی سی یو ممکنه هر پزشکی تخت خاص خودشو داره، این میگن آقا تخت مریض دکتر تمدن، مثلا مثال نفرولوژیست، این آقا مریض کلیه که دوچار مشکل میشه میان اونجا، یا ممکنه یه تخت مخصوص مثلا آقای دکتر مثلا فلانی باشه که حالا متخصص مثلا فرض بکنید روماتولوژیه. این اوپن یونیت ها بهش میگن، ما اصلا توصیه نمی کنیم اوپن یونیت ها رو، یعنی نگاهشون نگاه ویژه نیست. متخصص قدرت درسته به هر حال تخصص داره در زمینه قدرت، ولی مریضی که تو بخش آی سی یو بستری می شود خیلی وقتا نیازمند اقدامات و پروسیجرهای در واقع سنگین آی سی یو میشه که متخصص قدرت خیلی ممکنه اطلاع نداشته باشه، این بنابراین خیلی کارو سخت میکنه. یا اینکه ممکنه که مثلا همون مریض قدرت متصل به دستگاه تهویه مکانیکی باشه، تنظیم دستگاه تهویه مکانیکی رو متخصص قدرت ممکنه آشنا نباشه، بنابراین یک همبستگی در برنامه درمانی اینا وجود نداره. میگه آقا این قسمتشو قدرتشو کنترل قندشو من انجام میدم، ولی اون قسمت تنفسشو حالا آقای دکتر فلانی بیاد متخصص دیگه نگاه بکنه، قلبش این مشکل پیدا کرده، فشارش اینجوری شده، اون متخصص بیاد. و خیلی وقتا این خدمات ممکنه دوپلیکیت بشن، یعنی اینم اوردر کرده دارو ضد نقاد و اون یکی هم داره یک ضد نقاد دیگه اوردر کرده با یه اسم دیگه، پرستار هم ممکنه حواسش نباشه هر دو تا دارو رو با هم دیگه به مریض بده. این پس خیلی شرایط مناسبی ایجاد نمیکنه که خیلی اوپن باشه این شرایط. یا در کنارش بخشای کلوز رو داریم. بخشای کلوز یه متخصصایی به اسم اینتنسیویست یا متخصص آی سی یو که اصطلاحا آی سی یو من گفته میشن، اینا کل وقتی مریض میاد تو بخش آی سی یو دیگه همه چیش دست ایناست. مثلا همون مریضی که برای کنترل قندش حالش خراب شده اومده تو بخش آی سی یو، بر تقدیر دیگه سپرده میشه به آی سی یو منهای اون بخش و پرستارای اون بخش. خب این یک مقداری شاید باعث بشه که اون بحث در واقع اقدامات تخصصی بهتر انجام بشه، پروتکل‌های استانداردتری اتفاق بیفته، کارایی بهتر بشود، ولی خب به هر تقدیر دیگه زیر نظر اون پزشک معالجش نیست. مثلا متخصص آی سی یو ممکنه یه پروسیجر رو در نظر بگیره که اون پزشک معالج اون مریض که متخصص قدرت هست ممکنه بگه آقا از نظر من اون خیلی شاید چیز نباشه، یک تعارضی اتفاق بیفته، میگه آقا چرا این کاری کردی، درگی میگه اومده تو آی سی یو دیگه مریض من شده، مریض شما نیست. میدونی این اشکالات اینجوری. ترانزیشنال هم یعنی حد واسط، یعنی متخصص آی سی یو یا متخصص اینتنسیویستی که حالا اونجا هست با هم مشارکت و همکاری بکنن، یعنی هر جای گیر افتادن مشورت بخوان که ما الان شرایطمون در بخش های آی سی یو تقریبا این شکلیه، مثلا دکتر معماریان، دکتر ملک متخصص آی سی یو هستن یا فوق تخصص ریه هستن، اینا مریضایی که اونجا بستری میشن سرجم کل همه رو یه نگاه میندازن، ولی به هر تقدیر اگر نیاز به مشاوره شد که نیاز به نگاه تخصصی تر شد، مثلا یه مشورت با جراح مغز و اعصاب مینویسن. اون در سیستم های کلوز یه بدی که وجود داشت، خب متخصص آی سی یو ممکنه به دیتیل و با اون تخصص خاص مثلا جراحی اعصاب و سر در نیاره، ولی در نوع ترانزیشنال این شرایط مهیا هست، با در واقع درخواست مشاورین اتفاق میافته. اما میگه آقا کدوم سیستم بهتره، سیستم های اوپن بهترن یا سیستم های کلوز بهتر؟ توی مطالعه‌ای که در سال 2014 انجام شده میگن آقا اگر ما سیستم آی سی یو کلوز داشته باشیم مورتالیتی 40% و میزان عوارض ناشی از در واقع مراقبت و درمان تا 30% کاهش پیدا میکنه، یعنی خیلی بهتره که ما یک کلوز آی سی یو داشته باشیم، یعنی یه عده آدمی تربیت شده باشن، هم پرستار هم متخصص، که اینا اختصاصا هر مریضی فرقی نمیکنه زمینش چی باشه،
تو زمینه غدد مشکل پیدا کرده، تو زمینه مثلا فرض بکنید کبد مشکل پیدا کرده، کلیه میگه فرقی براش، همه سیستما رو بلدن اینا، بیاد تو اون بخش بستری بشه، با سیستم کلوز خیلی در واقع مورتالیتی ها و موربیدیتی ها کاهش پیدا میکنه، مرگ و میر و عوارض تا حد امکان در حد 40% مورتالیتی کم میشه، در حد 30%. بنابراین خیلی منطقی به نظر میرسه که میگه آقا چرا پس ما این کارو نمی کنیم؟ به خاطر اینکه ما نداریم آی سی یو، من پرستار متخصص آی سی یو خیلی کم داریم، به همین خاطر مجبوریم وسط نوع ترانزیشنال استفاده میکنیم. پس با این تفاصیل افرادی که تو بخش‌های ویژه سر و کله‌شون پیدا میشه، حضور پیدا میکنن، کیان؟ بستگی به این داره من سیستم کلوز داشته باشم یا سیستم اوپن داشته باشم. معمولا که ما ترانزیشنال داریم، وسطیم، همه مدل هست، استاجر میاد، نمیدونم انترن میاد، متخصص قدرت میاد، متخصص عفونی میاد، متخصص مغز و اعصاب میاد، همه مدل میان تو بخش‌های ویژه، تکنسین آزمایشگاه میاد، کارشناس تغذیه میاد، فارماکولوژیست بالینی، خدمه میاد، یه کاردرمان میاد، فیزیوتراپ میاد. خیلی بستگی به این داره که ما کدوم سیستم رو انتخاب کرده باشیم. اگه سیستم آی سی یومون کلوز باشه، مطمئناً هر کسی رو تو آی سی یو راه نخواهند داد و فقط افراد خاص شانس حضور خواهند داشت. ولی همونطور که با شرایطی که ملازم میفرمایید ما تو بخش‌های آی سی یو خودمون داریم، میبینید که ما خیلی وقت‌ها سیستم اون یه سیستم در واقع اوپن بیشتر تا یک سیستم کلوز که بتونه مرگومی رو کم بکنه. بخشای مراقبت ویژه باید یه مسئول داشته باشه که مسئول آی سی یو هست. دقت بفرمایید، ما وقتی در مورد مسئول آی سی یو صحبت، منظور سرپرستار نیست، مسئول فنی بخش هست که معمولا مسئول فنی یا یه متخصص بیهوشی باید باشه یا یک آی سی یو من باید باشه، یه فوق تخصص ریه که الان آی سی یو های داخلی ما رو مثلا آقای دکتر ملک کاور داره میکنه، آی سی یو های جراحی و یه متخصص بیهوشی به عنوان مسئول فنی بخش هست. مثلا مسئول فنی بخش های سی سی یو متخصص قلبه. مسئول فنی یعنی کسی که بر تصمیمات و سیاست های کلی و کلان اون بخش باهاش هست، تصمیم میگیره فلان تجهیزات تهیه بشه، تصمیم میگیره که شکل مراقبت از این به بعد این شکلی بخواد بشه، اون کار رو انجام بدن، تختا رو افزایش بدن، کاهش، همه اینا به مسئول فنی ارتباط داره. تو بخش های آی سی یو ما به ازای هر یک مریض یه پرستار لازم داریم که این اگه این نگاه رو انجام بدیم، باز این خیلی وابسته است ما به اینکه مریض هامون اوضاعشون چجوری باشه. مثلا در زمان کرونا تو آی سی یو کرونا خیلی وقتها نسبت پرستار و بیمار یک به یک بود، چون مریض خیلی شرایط بدحالی داشتن، یعنی هر تخت یه پرستار داشت. ولی تو بعضی از بخش‌های آی سی یو دیگه خب این شرایط خیلی هزینه بر هست، خیلی پرسنل لازم داره، به همین خاطر به ازای هر دو تا یا سه تا بیمار معمولا یه پرستار در نظر میگیرن. این تصمیم گیری خیلی وابسته است به تعداد پرستاران، خیلی وابسته است به بدحال بودن بیماران، خیلی وابسته است به اینکه چه انتظارات سیستم داره. مثلا ما وقتی نسبت پرستار به بیماری یک به یک میذاریم، یعنی اینکه خیلی وقتا اون پرستار باید انقدر مراقبت های حرفه‌ای انجام بده که اگه مثلا فرض بکن پرون پوزیشن هم نیاز باشه مریض به شکم قرار بگیره، دیگه اون پرستار باید این کار رو هم انجام بده. ولی اگر مثلا نسبت پرستار به بیمار یا نسبت بیمار به پرستار دو تا بیمار به ازای یه پرستار باشه، ممکنه این پروسیجرهای خیلی تخصصی تر و حرفه‌ای تر دیگه از پرستار نخوان، میگن آقا پرون پوزیشن دیگه لازم نیست تو بده، همین کارهای اولیه داروهاشو بده، نمیدونم گاواجشو انجام بده، ساکشنو انجام بده، همین کفایت خواهد کرد. در صورت عدم امکان تأمین یک پرستار برای هر بیمار تو هر شیفت، معمولا برای دو تا سه تا بیمار معمولا یک پرستار با تجربه کفایت خواهد کرد. خیلی وقتا اگر ما بیایم این کارو بکنیم و تعداد در واقع پرستارها رو کمتر بکنیم، برای اینکه مثلا 4 تا 5 تا مریض و 6 تا مریض رو بعضی وقتا کاور بخواد بکنه، این پرستار متاسفانه دچار برن آوت خواهد شد، این فرسودگی شغلی پیدا خواهد کرد و این خیلی خوب نیست متاسفانه. خب یکی از چیزایی که به نظر من در حال حاضر وجود داره، واقعا دانشجویی که تو کارورزی عرصه دارن میرن، فرسودگی شغلشون چقدر. ما یه ابزار داریم که من خیلی تمایل دارم به خصوص خود دانشجوها وارد بشن تو این موضوع، چون موضوع خیلی خوبیه و شما با عدد و رقم میتونید از خودتون دفاع کنید.
خیلی وقتا شما چون آدم یا آقا من خیلی خسته شدم، اوضاعم خیلی خرابه، نمیدونم اینقدر شیفتامون زیاده که واقعا داریم اذیت میشیم، ولی در عین حال هیچ حرف شما رو گوش نمیکنه. ولی یه شواهدی داری آقا نشون میدی، میگه آقا ببین من یه بررسی کردم از اینقدر پرستار دانشجو پرستاری از 70 تا، انداخت بیرون. خب پس یکی از خصوصیات دیگرش ثبات عاطفی هست، انگیزه و علاقه هست، بلوغ اجتماعی هست و اطلاعات که باید دانششون به روز باشه. من فقط برسونم موضوع رو به اینجا که آها اینجا ببینید، یکی از نکات خیلی مهمی که در بخش های آی سی یو باید وجود داشته باشه شکل و شیوه ارتباط پرسنل با هم دیگه است. یکی از روش ها و شیوه های ارتباطی که توصیه شده تو بخش های آی سی یو باید پرسنل با هم دیگه داشته باشن ایسبار هست. خیلی تمایل ایسبار نگاه بکنید، اینجوری نوشته میشه ISBAR، Identification, Situation, Background, Assessment و Recommendation. حتما شنیدید در مورد ایسبار در بخش، حالا بخش های معمولی حتما شنیدید، ولی تو بخش های مراقبت ویژه حتما باید به روش ایسبار ارتباط داشته باشند و مریض رو در واقع تغییر و تحول انجام بدن. جلسه آینده تمایل دارم که یکی از دوستان محتوایی رو آماده بکنه در مورد این الگوی ایسبار و ارتباط پرسنل، حالا فرقی نمیکنه، حالا ممکن این الگو باشه یا الگوی دیگه یا هر الگوی دیگه باشه. خیلی تمایل دارم که دوستان مشارکت بکنن برای جلسه آینده و ارائه بکنن محتوایی رو در مورد که ارتباط پرسنل در بخش های مراقبت ویژه باید چگونه باشه، چون ما خیلی برامون مهمه تو شرایط بحرانی چجوری با هم ارتباط برقرار کنیم. چون تو شرایط عادیش خیلی وقتا یه چیزی میگیم سوء برداشت میشه از حرف ما و این ایجاب میکنه ما در شرایط بحرانی یه جور دیگه باید تصمیم بگیریم. خیلی دوست دارم اگه داوطلبی وجود داشته باشه تو این زمینه دستشو بیاره بالا، من اسمشو یادداشت میکنم و جلسه آینده در مورد ایسبار و یا الگوهای دیگه ارتباطی، یک الگوی ارتباطی ایسباره، الگوهای ارتباطی دیگه هم اگر وجود داره سرچ بکنه و به من برای ما مطرح بکنن. جناب آقای بداقی و آقای حسن نژاد، آقای بداقی و حسن نژاد، هر دو تا بزرگوار لطف بکنید حالا یکیتون مثلا الگوی ایسبار رو معرفی بکنه، یکیتون الگوهای دیگه ارتباطی سرچ بفرمایید و این کتاب معرفی خواهم کرد خدمت شما. هر دوتا رو نگاه بکنید مطمئنن اطلاعات خوبی میگیرید. کامیونیکیشن یا کامیونیکیشن یا کلابوریشن در بخش های آی سی یو. خیلی سپاسگزارم، من عذرخواهی میکنم چون نوبت دندون پزشکی دارم باید برم، مجبورم ترک بکنم گروه رو، از اینکه مشارکت کردید در کلاس سپاسگزارم. یه لطفی بفرمایید فقط اگر کسی حضور پیدا کرده من اسماشون رو میخونم، هر کدوم حضور دارن اشاره بفرمایید من تایید کنم براش. جناب آقای